خب من حالا باید برم، ولی دوست دارم قبل از اینکه برم یه چیز دیگه هم به شما بگم. به همه تو لایف چت هم من سارا جان گفتی که آرمین برنامه رادیو محبوبم خوشه بیاد. اگه روی یوتیوب هستین یا نه؟ شاید اگه روی یوتیوب هم باشین شاید روی کانالتون رو سابسکرایب کنم، میرم چک کنم اگه روی یوتیوب هستین. خیلی خوب، بعضی تو لایف چت میگن آرمین چرا به لایف چت محل نمیذاری؟ یعنی من الان سه تا کار با هم باید میکنم، بعد لایف چت هم بخونم، یعنی شما انتظارهایی دارین از من. من یه وبسایت پیدا کردم میخوام به شما نشون بدم. بذارم نشون بدم اینه. آره من این وبسایت رو فکر کنم میخوام استفاده کنم. این خیلی شما هم برین پیدا کنین. این وبسایت اسمش چیه؟ اینه دیجی کاتا مگ. آره نمیدونم دیجی کالا digikala.com. خب و یه صفحه اینجا هست نوشته 25 مغلطه رایج. خب ولی فقط 25 تا نیست، یعنی 25 تا رو گذاشته که از همه اونا که از همه مهمترن. خب این از ویکی‌پدیا به خیلی ویکی‌پدیا فارسی خیلی بهتر بود، برای اینکه خیلی قشنگم توضیح داده، هم انگلیسیشو گذاشته هم فارسیشو گذاشته. تازه بعد از اینکه 25 تا رو گذاشت بعد لیست همش هم بعدش گذاشته. نیا کن چند تاست 313 تا مغلطه رو اینجا گذاشته. خب ولی همین 25 تا اگه شما بشناسین خیلی از همه جلوترین. خب من حالا یه کاری کنم، من یه سری مغلطه هایی که خیلی دیدم بگم کدوما بود توی مثلا من همین نقدی که کردم. میگه آرمین الان حذفش میکنن از سایت دیجی کالا. خوب شد اینجوری گفتی فهمیدم. حذف بکنن، ما که وی بک ماشین داریم میتونیم بریم دوباره ببینیم. وی بک ماشین همه چرچ رو اینترنت هست، حذف شدنی نیست، اینا همیشه رو اینترنت میمونه. از وی بک ماشین چیزایی که روی وبسایت قبلا بوده دیگه نیست، میتونیم برین اونجا پیدا کنیم. خب خب من گفتم که اکثر کسایی که اختلاف نظر داشتن با من اصلا استدلال نکردن. اکثرشون داشتن میگفتن که آرمین اشتباه میکنی، این مزخرف حرفت، پس استدلالی نبود. خب ولی استدلال هایی که شد میخوام بگم همش، ولی همه اونایی که من دیدم پر از مغلطه بود. خب این خیلی به نظر پررویی میرسه، ولی من بدون مغلطه ندیدم توی کامنت ها. خب بزرگترین مغلطه اسمش اینجا هست، مغلطه حمله به شخص. خب مغلطه حمله به شخص یعنی که به جای اینکه بیای بگی که به حرف طرف چرا اشتباهه، این مغلطه خیلی معروفی هم هست، خیلی هم استفاده میشه اتفاقا بین توی کامنت ها، این از همه فکر کنم بیشتر. یعنی تو بیای به جای اینکه استدلال بکنی که چرا حرفش غلطه، تو اصلا بیای مثلا حمله کنی به خود اون شخص به جای اینکه بیای حمله کنی به استدلالش. خب یکی این. دومین مغلطه ای که بیشتر از همه دیدم مغلطه پهلوان پنبه بود. خب مغلطه پهلوان پنبه، مثلا میگن آرمین داره میگه این، در صورتی که اون چیزی که بعدش میگن و مثلا من نگفتم. خب مثلا خیلی ها میگفتن که نه آرمین تو اشتباه میکنی، سام خیلی آدم خوبیه. مگه من گفتم سام آدم بدیه؟ خب اون کارش اشتباهه، مگه یه کسی کار اشتباه هم بالاخره میکنه؟ مثلا بعضی گفتن که نه آرمین سام کارش اساسا خیلی بهتره، خیلی مفیدتره. خب مگه من گفتم کام کارش مفیدتر نیست؟ خب یعنی تو به جای اینکه بیا ببینی من دارم چی رو نقد میکنم، یک نقدی رو که من نکردم و داری با اون مبارزه میکنی. خب مثلا میگه که یک کسی گفت نه آرمین تو اشتباه میکنی، سام مثلا خیلی آدم وطن پرستیه. من اصلا مگه استدلال کردم که مثلا سام وطن پرست نیست؟ اصلا این موضوع بحث ما نبود. خب به این میگم مغلطه پهلوان پنبه، یعنی تو به جای اینکه بیای گوش کنی من اصلا تو... یا از عمد یا از غیر عمد، نمیدونم از غیر عمدم، آره فکر کنم یا از عمد میای
حرف تو دهن من میذاری و با آره ببین مغلطه پهلوان پنبه یعنی در واقع همون حرف تو دهن گذاشته، یعنی به جایی که بیای استدلال من رو نقض بکنی میای یه چیز دیگه رو که من نگفتم اونو میای نقد میکنی. گفتم نقض، نقد میکنی. خب خب یعنی از غیر عمدم، اگه از غیر عمدم باشه معنیش اینه که شما دقت گوش کردن به این که مثلا اصلا کسی که دارین باهاش مبارزه میکنین به طور با استدلالش مبارزه میکنین اصلا بلد نیستین گوش کنین دقیق که طرف داره چی میگه. خب این یه مغلطه دیگه بود. اینا رو من برنامه های آینده فکر میکنم هر کدومش رو، هر کدوم از مغلطه رو خودش یکی، هر کدومش رو یه اول برنامه یکیش رو مثالاشو بیام توضیح بدیم، یکی یکی نگاه کنیم، هم مثال سیاسی بزنیم از اون مغلطه، هم مثال دینی بزنیم، هم مثال مغلطه تو زندگی روزمرهمون بزنیم. خب یه مغلطه دیگه که بود مغلطه whataboutism بود. خب whataboutism به فارسی چی میشه؟ دوباره من اینو یادم رفت، ببخشید. پس چیزم. خب این با مغلطه حمله به شخص فرق داره. خب مغلطه ابته این متاسفانه این وبسایت قاطیش کرده با مغلطه حمله به شخص، این مقدار فرق داره با مغلطه حمله به شخص. پس چیزم این مغلطه رو که استفاده کردم بیشتر به این شکل بود که مثلا من میگفتم که مثلا این رفتار رو نکنید، این رفتار خوب نیست، کاربرد نداره. بعد جواب مثلا میدادن که خب جمهوری اسلامی مگه فلان نمیکنه، مگه جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه، اون کارو نمیکنه، مگه اعدام نمیکنه، این همه با خشن تو اصلا میای مقایسه میکنی کار سامو با کار جمهوری اسلامی. میگم من که مقایسه کردم، من گفتم که جمهوری اسلامی این کارا رو نمیکنه. خب پس چیزم یعنی تو میای یه نفر رو یه چیزی رو میای نقد میکنی، مثلا فرض کن یه نفر بیاد بگه که مثلا من یه نفر بیاد بگه که شما باید ورزش بکنی. خب نه اون میشه مقاطع هم پس تو چیزم، پس تو چیزم فرق داره. مثلا من بگم که مثلا یه کسی به بچهش بگه تو با مادرت اینجوری صحبت نکن. خب بعد این بیاد بگه که همه دوستای من با مادرش اصلا بدتر از این صحبت میکنه، اینکه چیزی نیست که. خب من میگم مثلا یه نفر بگه دختر من با مادر اینجوری صحبت نکن، بی‌ادبانه صحبت نکن، زشته، این کار درست نیست. بعد این بیاد جواب بده که دوستای من اگه ببینی من اتفاق کاری که دارم میکنم اتفاق خیلی مؤدبانه است، دوستای من خیلی بدتر از این با مادرش صحبت میکنه، خیلی بدتر، اگه ببینی. خب این میشه مغلطه پس چیزم، یعنی خب چه ربطی داره، اونا هم کارشون غلطه. یعنی تو میای یه کار غلط یه نفر دیگه، بعضی موقع هم خیلی غلط، خیلی به شدت غلطتر یه نفر دیگه رو میای مثال میزنی که بیای بگی که چرا کار تو اشتباه نیست. این میشه مغلطه پس چیزم و این خیلی استفاده شد، خیلی هم میگفتن که حرف من غلطه چون که جمهوری اسلامی که خیلی بدتره، خب خیلی کار زشتری میکنه. خب پس این میشه مغلطه پس چه ایزم یا what about ایزم. یه مغلطه دیگه خیلی استفاده شده علی من مغلطه توسل به محبوبیت که به انگلیسیش میشه appeal to popularity. خیلی ها گفتن آرمین بیا کامنت های نگاه کن ببین چقدر با تو مخالفن، همه تو لایک چت رو نگاه کن ببین چقدر همه باهات مخالفن، میبینی چقدر اعتقادی که داری اینقدر اشتباهه، ببین چقدر همه هیچ کس باید هم نظر نیست، یعنی که اگر هم مثلا خیلی تعداد کمی هست. خب پس ببین چقدر حرف غلطه که این همه آدم باید مخالفن. این میشه مغلطه توسل به محبوبیت، یعنی میگی که چون تعداد کسایی که با من یعنی چون نظر من محبوب نیست اشتباهه، یعنی عقیده‌ای درست داره که محبوبیت بیشتری داره. خب اینم یه مغلطه است. یه مغلطه دیگه که بود این هم مغلطه حمله شخص بود گفتم. این مغلطه هم هست که انگلیسیش هست style over substance. خب میشه مغلطه ارجعیت، ارجعیت دادن طرز بیان به جوهر کلام. الان همین دیدی که من طرز بیانم همین الان هم دیدی که خوب نبود. خب یه بار دیگه مغلطه ارجحیت دادن طرز بیان به جوهر کلام، یعنی خیلی ها میگن که آرمین تو فارسیت خوب نیست، کلمه ام زیاد میکنی، کلمه ها رو خوب نمیشناسی، کلمه غلط استفاده میکنی، این چه اصلا من نمیتونم گوش کنم، اصلا طرز حرف این کیه که اصلا ما بخوام حرفشو بیام جدی بگیریم، نگاه کنی طرز حرف زدنشو اینا مزخرف میگه و به خاطر این چیزا. خب
یعنی به جای خب منظور منو بالاخره من تعدی حرف میزنم که شما منظور منو بفهمید، یعنی به جای اینکه بیاین استدلال منو چک بکنین که ببینین آیا منطقم درسته، منطقم درسته یا منطقم درست نیست، میایین طرز بیانو میایین نقد میکنین. خب این میشه مغلطه ارجحیت دادن طرز بیان به جوهر کلام، میشه style over substance. خب البته یه چیزی بگم، من دارم سعی میکنم تمرین کنم که وکابلری فارسیمو دوباره برگردونم، بهترم صحبت کنم. خیلی هم توی یک سال گذشته اتفاقا خیلی پیشرفت کردم، ولی چیزی که برای من مهمتره اینه که استدلال درست بهتر یاد بگیرم. یعنی ببینید شما خیلی کسایی که خیلی قشنگ هم صحبت میکنن، خیلی قشنگ صحبت میکنن، شعار زیاد میدن، شعارهاشون خیلی قشنگه، یه حرف میاد میزنن میگه او آفرین چقدر قشنگ، فکر میکنن چون خیلی قشنگ یه نفر صحبت میکنه یا یک شعاری میده که همه خیلی خوششون میاد پس حتما حرفش درسته، کلی هم همه دست میزنن. در صورتی که من ترجیح میدم که استدلالمو قوی تر بکنم، به جای اینکه طرز بیانمو قوی تر بکنم سعی میکنم استدلالمو قوی تر کنم. البته نمیگم طرز بیان قوی تر کردن این نیست که اهمیت نداره، اونم خوبه، اونم باید بهتر کنیم، ولی اگه میخوان یکیش قوی تر باشه استدلال قوی تر مهمتره از طرز بیان قوی تر. البته من بگم طرز بیان قوی، طرز یعنی نحوه صحبت کردن، من اصلا نمیگم دست کمش بگیریم، رو اونم دارم کار میکنم و اونم به شدت مهمه، ولی استدلال از این مهمتره. خب قاسم میگه روحانی هم خیلی قشنگ حرف میزنه. بله بله، منم خودم حتی خودم هم بعضی موقع یه دفعه یه حرفی زدم که خیلی قشنگ تونستم بگم، خیلی هیجانی تونستم بگم و خیلی هم بدون ام و کلمه قشنگ هم درست کردم، با شدت هم گفتم، دیدم مثلا بعضی موقع لایف چت یه دفعه چقدر کل خوشش میاد، همه میگن او باریکلا آرمین. یعنی طرز بیان من روشون از استدلال قوی روی ریل لایف چت تاثیر بیشتری داره. یعنی حتی موقعی که کسایی که از من طرفداری میکنن خیلی موقع طرفداریش از من میره بیشتر میره بالا موقعی که طرز بیان من یه دفعه خیلی قشنگ شد، خب نه بخاطر اینکه استدلالم بهتر بود. خب اینم یک موضوع دیگه. آها خب فکر کنم دیگه بقیهش هم دیگه مغلطه‌های دیگه میشه. این یه مغلطه جا زدن ادعا به جای مدرک، این برای من جدید بود. این به نظر من اصلا این مغلطه مثل اصلا استدلال نکردنه. خب این یه نفر، حالا اونو من خیلی الان روش وقت نمیذارم چون که اینو خودم هم تازه یاد گرفتم، باید بهتر درکش بکنم که بتونم بیام صحبت کنم باهاش. بهش میگن مغلطه proof surrogate. این خیلی جالب بود برای اینکه من مغلطه رو یه خوندم دیدم این مغلطه ایه که اصلا مثل اینکه یه نفر اصلا استدلال نکرده. حالا من اونو بعدا بیشتر میخونم میام بیشتر با تو صحبت میکنم. خب اینو گفتم دیگه، چیز دیگه قرار نبود بگم. نه الان روی شما تمرکز کنم روی لایف چت. کسی چیزی نگفته که من حواسم باشه؟ میگه آرمین جان تجربه ثابت کرده وقتی که یک شخصی در مورد تمام زمینه ها صحبت و اظهار نظر میکند ارزش کار خود را پایین میآورد، چون دچار پراکندگی و تناقض و پارادوکس های فراوان میشود. چون دوست دارم اینو میگم. خب چجوری ثابت کرده؟ خب این خودش یه الان اتفاقا این همون مغلطه، چه خوب یه مغلطه آرش همین اینجا کرد، همون مغلطه ایه که من داشتم میگم. الان آرش داره ادعا میکنه که تجربه اینو ثابت کرده. خب کو چجوری ثابت کرده؟ بیا به من نشون بده کدوم تجربه کی؟ این تجربه این تجربه این اطلاعاتی که شما میگین چجوری جمع آوری شده؟ چجوری اثبات شده؟ آیا تحقیقی برای وجود داره؟ آیا همیشه اینطوریه یا درصد بالای اینطوریه؟ یعنی به طور قطعی همیشه اینطوری میشه؟ خب این اتفاقا همون مغلطه‌ای بود که من داشتم گفتم، مغلطه جا زدن ادعا به جای مدرک. خب یعنی تو فقط ادعا رو تکرار کرده. الان من این مغلطه رو بیارم ببینیم با هم خودمون میتونیم با هم یاد بگیریم، چون مغلطه می‌خواستم این مغلطه رو نگم گفتم یه روز دیگه بگم، ولی الان چون آرش خوب به ما یه مثال داد همون الان میتونیم این مغلطه رو استفاده کنیم. فکر کنم ببین آیا این همون مغلطه هست یا نه. مغلطه جا زدن ادعا به جای مدرک یا proof surrogate. خب تعریفش چیه؟ مغلطه جا زدن به جای مدرک موقعی اتفاق میفته که شخصی ادعایش را به جای فرضیه اثبات شده یا مدرک ارضا کند.
در حالی که نه مدرکی ارزش شده نه فرضیه مذکور دارد درست میگم اثبات شده است. خب معادل انگلیسیش میشه proof surrogate، الگوی منطقی اینه. خب مثلا ادعای X مطرح می شود، ادعای X طوری بیان می شود که انگار نیازی به اثبات آن نیست و درخواست اثبات آن نیاز ناشایست است، بنابراین X صحیح است. مثال یک، این اسمه؟ این چیه؟ خوزه گفته انسان ها اکثرا خوشقلب هستند. نویسنده کاملا در اشتباه است. خب توضیح، به اعتقاد گوینده اینجا یک کامل لازم نداره. به اعتقاد گوینده نویسنده کاملا در اشتباه است. بله اینجا یک کامل احتیاج داره. به اعتقاد گوینده نویسنده کاملا در اشتباه است ولی دلیلی برای نظرش ارائه نمی کند. کلمات و عباراتی چون کاملا، قطعا، اساسا، مشخصا، بدون شک. اینو من خیلی دیدم تو لایف چت، خیلی میگن آرمین حرفت اشتباهه، شک نکن. چرا شک نکنم؟ من شک میکنم. این بدون شک اتفاقا من حساسیت دارم برش، برای اینکه خیلی زیادی استفاده میشه. بدون شک همیشه، نه همیشه نه، اکثر موقع ها وقتی یه نفر میگه بدون شک اتفاقا همونجا شک لازمه. و این چیه؟ عمدتاً حاکی از این هستن که گوینده قصد ندارد مدرکی برای حرفش ارائه کند. خب این دقیقا همون حرف آرش بود که یه چیزی رو میگه که اثبات شده، خودش که ادعا میکنه دیگه اثبات شده، دیگه کاری دیگه نمیشه، همه هم اثبات شده. حالا اثباتش کو؟ اثباتش رو برای یه کسی پیدا کنه.